این پروژه باعث ایجاد 1200 کار مستقیم و غیر مستقیم می‌گردد و زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این پارک صنعتی فراهم خواهد نمود. به طور تخمینی مدت قرارداد پروژه 25 سال می‌باشد. مالیات مجموعی پروژه 15.74 میلیون دلار آمریکایی. نرخ درآمد داخلی 11.6%. ارزش خالص فعلی 3.76 میلیون دلار آمریکایی. مدت بازپرداخت پروژه تخمیناً 7 سال. مدل مشارکتی پروژه ایمار، بهره برداری و انتقال می باشد. علاوه بر این، حفظ و مراقبت پنل ها آسان و ارزان می باشد. پروژه مذکور با محیط سازگار بوده و هیچ نوع ضرر به اجتماع و محیط زیست نمی رساند. در کل این پروژه را می توان یک گام بزرگ به سوی رشد صنعت داد. افتخار دیگر برای مردم شریف و سربلند افغانستان، نخستین و بزرگترین کارخانه تولید سولر نوید بخش توسعه و انکشاف در صنعت برق. سولر آفتابی اعتماد برای اولین بار در کشور با کیفیت عالی و استانداردهای جهانی تولید تا با بهره‌گیری از نور و گرمای خورشید روشنی را برایتان هدیه دهد. کادرهای متخصص و جوان افغانستان در این مجموعه تلاش کردند تا در بخش تولید سولرها با استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات روز دنیا، استفاده از مواد اولیه مرغوب و بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی تولید سولر در جهان ما را در تولید با کیفیت بی‌نظیر این محصول توانمند کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما. امید است که جور و صحتمند سر حال هر جایی که هسته نمیش خوشحال و آرام باشین. بازم خوشحال هستم که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما دوستداران بیننده قرار داریم. قسمی که شما در جریان هستین، حالا ما میرویم به طرف پیشرفت و ترقی و همروزه هموطنان ما از تکنولوژی استفاده میکنند، خصوصا در این سالهای اخیر در کشورهای اروپایی و بالخصوص در افغانستان هموطنان ما کوشش میکنند که از سولر استفاده بکنند. چون ما شما در افغانستان از لحاظ انرژی برق مشکلات فراوانی داریم، بنهایی داریم که نمیتواند امو انرژی کافی که در کابل و سایر ولایت های افغانستان نیاز است به او رسیدگی شود. ما بیشترین برق خود از ازبکستان، تاجیکستان و همچنان کشور ایران وارد میکنیم و در اینجا استفاده میکنیم. بعضی اوقات نیست تو میه که لاین ها و همچنان در سیستم مشکل پیدا میشه که ماها و هفته ها هموطنان ما در شهر کابل و سایر افغانستان بی برق میباشند. این یک چالش بسیار عمده و مشکل اساسی است در افغانستان که هموطنان ما با این مشکل مواجه است که در این طول 20 سالی که زمان جمهوریت بود گذشت، هیچ ما نتوانستیم همین مشکل خود حل بکنیم که بدبختانه با مو شکل باقی مانده. حالا که حکومت جدید در افغانستان آمده، خوشبختانه یک تعداد مشکلات حل شده از لحاظ امنیتی. امیدوار هستم که مسئولین توجه بکنند، سرمایه گذاران خارجی را، خصوصا کشورهای خارجی که در بخش انرژی و برق و همچنان بنها سرمایه گذاری میکنند، اینها را تشویق بکنند تا بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. در پهلوی ازی باید هموطنان ما از انرژی سولر یا انرژی برقی که توسط سولر به وجود به دست میاد باید از او استفاده بکنند. خوشبختانه ما و سایر دوستانی که از فایده ها و همچنان مزایای سولر
آگاهی دارند در خانه های خود سولار نصب کنند و از این انرژی استفاده میکنند. خوشبختانه در افغانستان تمام سیستم هایی که به خاطر سولار استفاده میشه تا بتوانیم از اون مفیدتر و خوبتر استفاده بکنیم در افغانستان وجود دارد. ما هم آمدیم تا با هموطنان ما و همچنان شرکت هایی که این سولار ها را در افغانستان وارد میکنه با اینا هم صحبت بکنیم که چقدر میتواند مفید واقع شه به خاطر از اینکه بیننده های عزیز در کنار ما یکی از هموطنان ما هست، با اینا هم صحبت میکنیم که چقدر واقعا سولار میتوانه مفید واقع شود به اساس از این که ما در کشور بعضی اوقات بعضی ماها برق خوب میداشته باشیم 24 ساعته، بعضی ماها حتی هفته ها ما برق نمیداشته باشیم. این زمستانی که گذشت هموطنان ما تقریبا چیزی کم از یک ماه در شهر کابل برق نبود که بسیار مشکل یک ساعت دو ساعت واری برق میامد. چقدر واقعا میتونه همین سولار و بیتری و ما را کمک بکنه تا حداقل همین خانه ما روشن باشه، ما بتوانیم از این انرژی سولاری استفاده بکنیم. سلام برادر. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. اسم شما چیه؟ حاجی حمیدالله از ولایت پکتیا. بسیار خوب. آیا چه بگوین که شما چی میکنین در این سرای؟ حالا آمدیم که بر خانه سولار بگیریم، MPTT بگیریم، سیستم برق خود جور کنیم در ولایت ما. چون ولایت ما در ولایت پکتیا است، از اونجا آمدیم به خاطر خریداری سولار و MPTT. بسیار خوب. ایران بگوین آقای صاحب، همین وضعیت انرژی برق در افغانستان چگونه شما خودتان ارجابی میکنید؟ والا از افغانستان خب گفته چیز برقش یک برق است که قابل غیر اعتبار است. سویچش در دیگه ملک است، اگه دلش رو روشن میکنه اگه نه امور هم سرما قطع میکنه، چون در زمستان ما خود ما تقریبا یک نیم الا دو ماه برق نداشتیم. باز یک مشکل عمده که ما داریم نسبت فرق به ولایت به مرکز، در اینجا یک کیلووات برق فکر کنم که از دو افغانی هم کمتر است و در ولایت ما در ولایت پکتیا شاید فکر کنم که در اکثر ولایت از 6 افغانی بلندتر است. دیگه به خاطر زمین ما گفتیم، چون ما از یک ساله ما بل را که تاویل میکنیم، اگر سولار رو هم بیتری بخریم شاید بر سال دوم برق ما مفت باشه. اینی مشکلات است. باور کنیم که من خودم هم در خانه سولار دارم، بعضی وقت میشه که در خانه مثلا برق نمیه، مجبور هستم ناگزیر هستم از سولار استفاده بکنم. شما گفته میتونید چقدر میتونم مشکلات حل بکنه بیتری و سولار اینا؟ ما یک ماشینه که برآمده، تکنولوژی امروز بسیار پیشرفته شده، بنام MPTT، اونمو برق بر ما آنلاین از هفته و کش میکنه، از طرف روز برق زنده، باز بخاطر شوش بیتری. ما فعلا در خانه 24 ساعت برق زنده داریم. چی پیشنهاد میکنین به هموطنان ما در سایر افغانستان که زندگی میکنن؟ چگونه باید از سولار از بیتری استفاده بکنن نکنن؟ خوبی هایشو بگین بدی هایشو بگین. والا خوبی خویی است که اگر وطن ما بندای آبش بسته شود، بند برق جور شود، بهترین خوبی هایی است که نرخ برق پایین بیا، ما ضرورت به سولار نداریم. دیگه از این که فعلا قیمتی است و یک کیلووات برق در ولایت ما از 6 افغانی بلندتر است، دیگه بسیار خوبایی داره سولار. یک قدر خوبایی داره که بسیار زیاد از گفته چیز، یک چیز است که برق است که 24 ساعت شب و روز. به چی استفاده کرده میتونین آقای صاحب؟ ما فعلا او گرمی و تو 24 ساعت برق زنده، صرف از طرف شب و تو سمرسیبل و او گرمی رو استفاده نمیکنیم، از طرف روز تمام چیز رو استفاده میکنیم. بسیار زیاد تشکر آقای صاحب. قابلش زنده باشه. راستی به حکومت چی پیغام دارین که اگر از انرژی سولاری اگر سرمایه گذاری بکنن؟ بعضی کشورها هم آمدن، مثلا چین آمد گفت من میخوام در انرژی سولاری سرمایه گذاری بکنم در افغانستان. پیام شما به حکومت، به ریاست برشنا یا وزارت انرژی آب چی است؟ بهترین پیام است اینمی که در وطن ما اگر انرژی سولاری جور شود، بسیار یک چیز خوب مفید. خدا کنه که
کیلوواتش پایین باشه، مهمترش نمیز که چون مردم اقتصادا صفر است دیگه، باید حکومت حکم پدر و مادر داره، باید با مردم خود دست پیش کنه، دست مردم رو بگیره. مردم غریب است، بیچاره است، کارا بیخید صفر است. اگرچه الحمدلله امن است، امنیت است، بهترین موقع مساید است بخاطر افغانستان که بندای آب مجور شوه دیگه. اینمی پیشنهاد است براشون، خدا کنه که جامعه عمل بپوشه. تشکر از شما، خوش باشید. خیر چاچا داره تو وای چی پکور که سه لکم برق نتاسو استفاده کرد؟ منگ خود دولتی برق نی استفاده کو، خو شمسیان ډیر ښه شای دی. شمسیان دا شای دی په دشته کې واړه وا تا ته روشنایی در کوي په دشته کې، او د زمینداری لپاره ډیر هغه کوي، ډیر ګټور دی. لګ نه اوس دا څومره هغه غټ شمسیان استعمالیږي، ټول هغه کې د کرنې هغه کې استعمالیږي. او بل دا د کور لپاره هغه 50 واټه شمسی ولګوه ښه تا ته 300 ګروپ کار کوي، نو اوغمره ډیر ښه ده، ډیر ښه. بیا نو په دا دي هغه په کارخانو په حساب کې چې دا استعمال سي هغه به له ټولو نه ښیي. په دې باندې 24 ساعت به برکي، او روژانه اقتصاد به هم ښه سي، او د تجارانو کارونه به هم ښه سي. اوس چاچا موږ محتاج یو، مثلا ازبکستان ته، تاجکستان ته، زموږ ډیر پیسې ستا د جیب نه، زما نه، دغه ورور ټول هیوادوالو څخه، جیب څخه پیسې ځي، تاجکستان خوري او ازبکستان خوري. موږ او دولت ته څه پکار ده چې باید په دې برخه کې، د انرژي په برخه کې څومره پاملرنه وکړي، څومره کار وکړي، تر څو موږ وکولی شو په کورونو کې رڼایي ولرو، د برق نه مستفید شو؟ اول خو زه دا وایم امارات اسلامي څخه دا خواهش لرم چې اول دا خپلې اوبه کنټرول کړي، داسې کنټرول کړي سي موږ به د بل چا له احتیاجات نه خلاص شو، د ازبکستان نه، د ایران نه، د بل نه، د بل نه، له ټولو نه به خلاص شو. دا خپل بندونه جوړ کړي، الله دې همت ورکړي چې جوړې کړي، او ډیر به ښه سي، ډیر نور دا شمسیانې سي دا هم ډیر کار کوي. له د شمال هغه لرو، د باد، د لمریز هغه لرو، لمر ښه پریمانه، بل ملک ته موږ احتیاجات نه لرو چې دا خپل ملک کنټرول کړو هغه. ډیر ښه. اوس یو کور کې چې مثلا یو درې کوټه وي، په هغې کې څومره لګښت راځي چې یو رڼایي وکړي او چارجر، موبایل، دا شیان دې نه استفاده کړي؟ یاره چې دا زیاته راشي، تلویزیون ملویزیون نه درته ښیمه، درې ګروپونه تقریبا څلور دانې، او دا چارجر موبایل سه چارج کې اتیا واټې شمسي غواړي، نو اتیا واټې او بیتری غواړي. چې دا زیاته خرچه راشي، یا به 8000 راشي، یا به 9000 روپۍ راشي. خو بیا د عمر تر بیغم هم دي، یو وار خرچه غواړي، بیا دولتي برق ته د حاجت نشته ده. هو که راشي که رانشي، بیا ستا خپل رڼا ته کښېناستلی شي. ډېره مننه. هغې خلک ته چې مثلا سولري باندې اعتبار نه لري، مثلا هغې ته څه پیغام تاسو لري؟ سولري ډېر ښه شی ده. سولري باید هر سړی اعتبار پرې وکړي. دا داسې شی ده، یو ورته استعمال کړه، یو ورته ولګوه، چې تر بېغمه یې بس. دا خو برقي سامان ده، هغه سامان ده، خامخا د هغومره مشکل راځي په کې، خو هغه هم چې دا زیاته خرچه پرې راسي، یا به 200 روپۍ پرې راسي، یا 100 روپۍ بېرته جوړېږي، اما زړه شمسي دې نه وېس بله. خو داسې ده، دا ډېر ښه شی ده چې استعمال یې کړي خلک، او استفاده ترنه وکړي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. له تاسو نه مننه. بیننده های عزیز، در بیشترین از کشورهای جهان حتی شرکت ها در تلاش عزیزتند که موترها را نیز سولاری بسازند، که تا بتواند از جلوگیری بکند از مصرف مثلا نفت تیل. و واقعا بیشترین از کشورهای جهان حالا رو آوردن به سولار و سولار استفاده میکنند. اما در افغانستان یک تعداد هموطنان ما که از خوبی و مزایای از این مستفید شدند، بیشتر در خانه های خود از سولار، از بطری استفاده میکنند و بیغم هستند از مشکلات. خصوصا شخصا من خودم در خانه از سولار، از بطری استفاده میکنم، اگر زمانی که برق حکومتی باشه خوب است، اگر نباشه باز از سولار استفاده میکنم. شما هم تصاویر مختلف تماشا بکنین، بازم با دکاندارا، کسایی که شرکت داره، با اینا هم صحبت میکنیم که چقدر واقعا میتوانند سولاری و هموطنان ما روشنایی بیاره، تا از مشکلاتی که سویچ برق ما به دست همسایه هاست، از او مشکلات ما نجات پیدا بکنیم و یک کشور
پر از اقتصاد و همچنان خانه های روشن داشته باشیم. بیننده های عزیز، حالا ما هم در یکی از شرکت ها هستیم که مسئول این شرکت برادر ما است. قسمی که شما میبینین انواع چیزا، امو وسایلی که به خاطر سولر نیاز است در دکان از اینها موجود است. خوشبختانه با برادر ما صحبت میکنیم که چقدر واقعا میتواند ما را از محتیاجی احتیاجی به کشورهای دیگر که سویچ به دست از اونها سر زمانی که بخند برق سر ما قطع میکنند و ما میرویم به تاریکی. در کنار برادر ما با این هم صحبت میکنیم که در مورد چی میگه. سلام تاست. و علیکم السلام. از من اومد سیب لال جان. از سیب دم را تو وای چیز تاسو کم شرکتی است یا سه مسئولات لر؟ از رئیس دیده شرکتی ما او شرکت زمونگ دیده شرکت احمد جمال پنم بانه دید. ایچه سمرا کال کی چی تاسو دا کار؟ از من خدا دیار چوار لسکاله کی که چم دام روزگار دیم دا کسم دید. سمرا خلق دا سانتیار اولی دا مثلا سولر بیتری داشان؟ دا خو معلومه خبره سولر دیر یا بهترین شیه دا او مقصد چې د کور ډیر ضرورتونه په دې باندې رفقېږي. د ټولو نه مخکې سولر بهترینه کار دا ده چې دغه شاړې ځمکې دشتې چې تاسو ګورئ نن چې آبادی دي دا د سولر برکت دی. نو په هغه دشتو کې چې مقصد مخکې اوبه نه درلودلې اوس دغه سولر په هغه باندې هغه دشتې آبادې شوي دي، زراعتي ځمکې دي، فصلونه پې کېږي. یوه هغه ګټه ډیره زیاته ده چې دې وطن ته کیږي. بل په کورونو کې هر رقم کیلووات یو سړی ځان ته جوړوي سي، نو بهترینه شی دا ده چې دغه نور برق ته ډیر ضرورت نه پیخیږي. نو کولی سي چې یو سړی د یو کیلووات نه تر شل کیلوواتو پورې ځان ته برق په کور کې جوړ کړي، د هغې نه څلیرویشت ساعته استفاده وکړي. بهترینه شی ده چې څوک پرې پوه شي، نو هغه به دا فکر کوي چې یاره دا ما ولې کال مخکې نه دی لګولی. نو بهترینه شی ده رو. یو کورنۍ چې مثلا غریبه وي، غواړي چې یوازې رڼایي ولري او موبایل چارج کړي، هغې ته څومره مصرف لر راځي پکار؟ چې یو غریبه کورنۍ وي هغې ته یو بیټرۍ یو سولر کافی ده چې اته نه تر لس ګروپونو پورې ورته کار کوي او سره د یو تلویزیون بهترینه شپه ورځ ورته کار کوي. اوس تاسو ګورئ چې زموږ د حکومتي برق چې ده چې مثلا د تاجکستان او ازبکستان نه راځي، ټول پیسې زما جیبه ستا دونو هیوادوالو پیسې ځي تاجکستان ازبکستان ته، دا خو د وطن د اقتصاد هم لږ خرابوي. په دې هکله تاسو څه نظر لري، حکومت ته څه پیشنهاد لري چې څه وکړي مثلا؟ د زه دا وایم چې د سولر په برخه کې د ډېره مرسته دي دوکاندارانو سره اوسي، کاروباران څوک چې دا تاجران دي دوی سره دې اوسي چې دغه سولر ته د دغې نور هم توجه پیدا سي، دغه زیات کړي سولر دومره همدغه. اوس ځان درته ښیم چې خپل شخصي زه په کور کې لس کیلوواټه سیستم ما ځان ته برحاله کړی، دولتي برق ته زه ضرورت نه لرم، زه خپله د هغې نه استفاده کوم. دا اوس زه خپل شخصي ځان نور ماته چې کوم مشتریان راځي، نو هغوی اکثره دا خبره کوي چې کاش دا موږ مخکې کال مخکې لګولی وای. بلونه نشته، دا د دې یو پیره مصرف ته چې پرېدې وکړو نور آینده د بل نه خلاص ده او د پردي احتیاجات نه خلاص ده. یعنی خپل په لاس کې برکې ده چې څه رقم استفاده کوی شي استفاده کوی شي. که یو سړی وغواړي چې د شپې د خوانه هم کار واخلي، د ورځې د خوانه هم کار واخلي، نو هغې ته بیټرۍ لګېږي. بیټرۍ لګېږي، شپې د بیټرۍ د طرف نه بیکپ بیټرۍ کوي، شپې هغه ورته کار کوي، د ورځې خوانه. دا آنلاین سیستم دی، ډېر بهترینه سیستم دغه ماشینونه دي چې دغه آنلاین سیستم دی دی کې. نو دا ډایرکټ د سولرو نه کار کوي، بدون د بیټرۍ نه کار کوي. نو که یو سړی وایي چې یاره زه د ورځې د خوانه لس کیلوواټه شل کیلوواټه استفاده کوم، ډایرکټ بیا د بیټرۍ نه دا کولی شي چې ته کار واخلي. خو که بیا چې د شپې د خوانه زه تینه کار اخلم، نو بیا مکلف دی چې بیټرۍ ورته کیښودل سي. نو همغه یو مصرف دی بیا چې په حساب وکړي هیڅ شی ورته ښه تمامېږي. یعنی موږ خو پسرلی کې استعمالولی شو، په ژمي کې بیا څنګه؟ ژمي کې هم بهترینه کار کوي. دا خو داسې دي چې په خاریات کې دغه کوم دولتي میټرې ورته لګېدلي دي، هغې نه یو آوټ راخیستل کیږي، دې ماشین ته لګېږي. که هغه ورځ باندې اسمان رویز وي، نو هغه د بیټرۍ دولتي برق نه دې ته ولټ راځي، هغه بیټرۍ بیکاپ خپلې بیرته جوړوي. او مقصد چې دوه درې ساعته هم مر بیا راولګېږي، نو دی خپل ځان بیرته پوره کوي. ما کله چې نور بهر تلویزیونونه تعقیبوم، هغوی
دسی کوخخ کوي چې موټر جوړ کړي له سولر نه استفاده وکړي، هر شی کوخخ کوي چې له سولر نه، مثلا چین ډیر کوخخ کوي په دې برخه کې. او تاسو مثلا دا شان چې راولې سولر د نور وسایل چورت پکاري لکم هوادونو څخه واردوي؟ مون خو زیاتر کار د چینا نه کوو، چینا نه کوو، بیا د چینا سره فرانس نه کیږي، استرالیا نه کیږي، دغه څو مملکتونه دي. بیا سیکنډ هند لکه زاړه چې ورته وي کنه، هغه بیا د نور کشورو ناراضي کنه، لکه استرالیا، جرمنی، کوریا، دغه ناراضي. او بیا چې نیو برند دي دا ټول چې دی د چینا نه کیږي او چینا نه کیږي. اوس په اخره کې د شرکت مسئول نه دی او هیوادوال په حیث تاسو هیوادوال څه پیغام ورته لري او حکومت څه پیغام لري؟ ما خو مخکې دې ته اشاره وکړله چې حکومت د دغه چې کوم شرکتونه دي دغه د سولرو فیلډ دی کار دی، دې سره دې د هر اخوانه همکاري وکړي. دا اوس چې ډېر زیاتره چې مونږ خبرې پاکستان کې په سولرو باندې دغه ټیکس میکس دغه شیان پې باندې معاف دی د دې سولرو لري، هغه نه کنه هغوی پوهېږي چې دا په دې وطن کې ضرورت ده. صحیح ده، مثلا دلته دا شی شته. زه وایم چې دوی سره د همکاري اوسي، دوی د تشویق کړي چې نور هم دغه کار ته خلکو توجه پیدا شي. مقصد دا د ضرورت دی، هر نگانه ښه ده خلکو لپاره، مقصد دولت ورسره همکاري وکړي. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، افغانستان برښنا شرکت تل هڅه کړې ده ترڅو خپلو پیرودونکو ته منظمه او ډاډمنه برښنا ورسي. په همدې هڅو په دوام سره موږ په دې توانېدلې یو چې د برښنا وضعیت تر تیرو کلونو سږ کال ډیر نورمال او ډیر ښه حالت ته راسي. غوره بیلګه وروستي طوفانونه دي چې موږ پکښې کې په کابل کې هیڅ عارضه نه درلودله. الحمدلله همداسې په ځینو ولایاتو کې یوه وړه ستونزه وه چې په بیړني ډول باندې حل شوله. موږ اوس مهال په پلازمینې کابل په ګډون باندې په ټولو زونونو کې برښنا څلورویشت ساعته لرو، چې الحمدلله د دې دوه علتونه دي. یو دا دی چې هغه ستونزې چې تخنیکي وي هغه پر وخت او زمان باندې حل شوي دي او حلیږي، او د ستونزې د پیښېدو څخه مخکې د هغه څخه جلوګیری کیږي. د دې ترڅنګ موږ خپلو ټولو هغه پیرودونکو ته چې برښنا مصرفوي د هغوی څخه غوښتنه ده او تقاضا مو دا ده چې د خپل بل پر وخت تحویل کړي او برښنا په هغه اندازه چې دوی اړتیا ورته لري په هغه اندازه وکاروي. د دې ترڅنګ موږ ټولو کورنی او بهرنیو پانګوالو ته بلنه ورکوو چې راسي په افغانستان کې د برښنا په برخه کې پانګونه وکړي، ځکه افغانستان کې نن د دې زمینه برابره ده چې هیوادوال، نړیوال او داخلي پانګوال وکولای شي د برښنا په برخه کې پانګونه وکړي او برښنا شرکت په دغه برخه کې ورسره بشپړ همکاري ته چمتو دی. د دې ترڅنګ موږ څو طرحې ملي پانګوالو ته او کورنیو پانګوالو ته وړاندې کړي دي چې هغه د اوبو برښنا ده، هغه لمریزه برښنا ده، هغه د ګازو څخه برښنا ده، هغه د سکرو څخه برښنا ده او هغه بادي برښنا ده. هر څوک چې په دغه برخه کې وکولای شي د برښنا په برخه کې پانګونه وکړي، موږ ورسره همکاري ته چمتو یو. له دې سره سره موږ پر هغه کسانو چې د برښنا په برخه کې څه ناڅه ستونزې ولري، هغوی کولای شي زموږ یو سلو څلور څلوېښت شمېرې سره تماس ونیسي ترڅو ستونزې ته پر وخت و زمان رسیدنه وسي. بیننده های عزیز، جهان سپاس، شکران میکنم. این هم بزرگترین مارکت در شهر کابل است که هموطنان ما روزانه میان به هزارها سولر خریداری میکنند تا بتوانند خانه های خود روشن بکنند و همچنان از انرژی برق سولری استفاده بکنند. واقعا کسایی که مشکلات برق از لحاظ برق آبی دارند میتوانند توسط سولر حل بکنند و واقعا بسیار میتوانند مشکلات را در خانه حل بکنند. زمانی که شما برق آبی نداشته باشید میتوانید از سولر به بهترین وجه در اوقات مختلف به خانه های خود استفاده بکنید. امیدوار است حکومت نیز در قسمت از اینکه بتوانند مشکلات انرژی برق در کشور حل بکنند، شرکت های
بزرگ ملی و بین المللی را تشویق بکنه تا بتوانند بیان در افغانستان در قسمت انرژی برق خصوصا در قسمت سولار سرمایه گذاری بکنند تا ما بتوانیم از کمبود برقی که در افغانستان وجود داره خصوصا که از تاجکستان و ازبکستان کشورهای همسایه ما وارد کشور میکنیم و از این مشکل نجات پیدا بکنیم و هموطنان ما بتوانند یک اقتصاد بهتر داشته باشند و همیشه از انرژی برق استفاده بکنند. تا ایدار بعد که انشاءالله من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک بنیاز میسپاریم. شب روز خوش داشته باشید.